کنی که از این خطر جون سالم به در بردی. شما راست میگی، ولی اینو لااقل شما میدونید که من تو زندگیم زن بدی نبودم. اون نمیخواد حیثیت زن خودشو بد رفتاری میکنه، کتک میزنی. اکرم خانم، اینو برای یه زنی مثل من که بچه‌ام داره درد آوره. به خدا ناراحت نشو، دکتر گفت کاملا باید استراحت کنی. چطوری؟ کجا ممکنه استراحت کنی؟ مگه اون اجازه میده؟ تو کدوم خونه زندگی؟ تو خونه زندگی خودت. سعی کن شوهرتو از راه اشتباهی که میره برش گردونی. این وظیفته. تو که هی ناسی؟ بابا! نه دیگه این واسه ما کت نمیشه. بابا تو دیگه وقت خوابت، چشماتو ببند و بخواب. خوب چرا برکت خدا رو میرسی رو زمین؟ آخه گناه داری. برکت خدا؟ بود گنده این برکت خدا که تو درست کردی من. خب اگه این قضا رو دوست نداری بگو چیز دیگه برات درست کنم. دیگه چرا داد میزنی یا همسایه ها رو زابرا میکنی؟ نفهمیدا تو جسمه محلی یا مفتش شهر؟ خونه خودمه، چهار دیواری اختیاری. اگه به تیریج قباتون بر نمیخوره خانم مفتش، یه لیوان آب برای من بیاره. مثل کنه چسبیده و کنده هم نمیشه. آخه واسه این قیافه ایکبیری رو نگاه کنم. هیچم مامان ایکبیری نیست، نگاهش کن، خیلی هم خوشگلی، مثل ماه میمونی. آره جونم ننه، تو بخواب عزیزم، بابا داره شوخی میکنه. شوخی میکنه. بیا اینم آبی که خواسته بودی. بیا لعنت یه جهنمی، این آب از آب حمومم کثیف‌تر و داغ‌تره.
آخه پس چی کار کنم؟ خب دیر اومدی، یخ و آب شده، چرا اینقدر بهانه میگیری؟ بهانه از تو؟ اونم از تو زن بیشو؟ بلش کن بابا، بایی نشم، بلش کن، تو بدی، تو بابای بدی هستی. تو دیگه چی میگی نیم وجبی؟ برو گاکشا. بلش کن. اگه میخوای منو بزن به این کاری نداشته باش، خواهش میکنم. میکشمتون هر دوتونو، بچه‌رم میکشم. این بچه از تو رو خدا کنیش نداشته باش، هرچی میگی بگو. آخه چی کار میخوای بکنی؟ کار میخوام بکنم؟ الان حریف میکنم. میخوام کلاغت بدم و از دست راحت بشم. گورتون رو پم کنیم بریم بیرون. هر دوتون راحتون بذارین، گم شیم بریم بمیریم. وای دلن دیوونه بود، دیوونه در سلام. چی شده؟ چی بگم اکرم خانم جون؟ اونه تو اون هر دوی آرنه ما میخواد چیزی بگی، بچه رو بده به من. تفلکی چه راحت خوابیده، دلش به حال این بچه نسوند. خواب زندگیه دیگه، به خدا این زندگی مسخره است. دلم بمیرم. تو این بچه رو داری که به خاطرش باید بجنگی، بجنگی و زنده باشی. بچه، بچه یه قشنگه. اگه شوهرم مرده بود الان نمیتونست من دخترشو مثل قاب دستمال بندازه بیرون. کاش من مثل شوهر تو مرده بود. شوهر من نمرده، ولی من خیال میکردم مردم. اونم مثل شوهر تو منو بیرون کرد، اما بچه ما رو گرفت. بعدها به این خبر دادن که بچه مرده، خودشم گذاشته و رفته. خدا میدونه اون الان کجاست. میبینی که منم مثل تو هم میخواد بمیرم. کسی چی میدونه فردا چی میشه؟ من میدونم. قدیر آدمیه که هر حرفی بزنه عمل میکنه. اون گفته طلاقم میده و این کارو میکنه. طلاقم میده، تموم شد. چه جورم؟ یه مهر قرمز رو اسمش تو شناسنومم زدم و طلاقشو دادم. پای دیوار حالا من تو این با کار تازم جنس از اون بره مرز میاریم به این بره مرز. من راجو رو یادت میدم. نوکره تو رفتیم که دو نفری دنیا رو بگرد. اونم بذار واسه خودش بره بگرد. الان ساعت 5 بعد از ظهره، همش را رفتیم. ولی خانم حتی نهار میخوردم، با هم دیگه قوت نداری، نمیتونم برگردم. من امروز باید کار پیدا کنم، از هر جور شده باید یک کاری هم. چرا گریه میکنی؟ چون من براتون یک کاری پیدا بکنم. اما چی؟ اما کاری چی؟ چی بگم خواهر؟ برای شما کلفتی هم باشه میکنی. بفرمایی. سلام خانم. سلام، کاری داشتی؟ من اومدم اینجا کار کنم. آرایشگرتون منو فرستادن خانم. آها، آدم معتبری داری که ضامنت بشه؟ راستش نه خانم، کسی رو ندارم. صحیح، پس ضامنم نداری؟ بنابراین خیلی متاسفم. بهتر از همون رایی که اومدی برگردی. ولی خانم من از هر تو بی نتیجه خودم میگیرم. زامنشون بشم. معلوم از تو چی داری میگی؟ بله، تو که میخوایی با پدر من ازدواج کنی باید اینقدر قبولش باشی که پسرش بتونه زامن خدمتکار جدیدش بشه. آیا غیر از این میخوانی؟ به نظرم آشنا میایین، شما رو جایی دیدم. بله دکتر. ها، شما مریض من بودی. خوشحالم که حالتون خوبه. تو راست راست میخوایی زامنه این بشی؟
این خانم اینجا کار میکنن و ضامنشونم من هستم. حالا اگه تو ضمانت منو قبول نداری، ممکنه ضمانت پدرمو قبول داشته باشی. اگه میخوای میتونی از خودش بپرسی. سلام پدر. سلام پسرم. حالا چطوره؟ متشکرم پدر. ممکنه بگید اینجا چه خبره؟ سلام آقا. سلام جانم. این خانم برای کارم جان، منم ضامنشون هستم. البته با اجازه شما. غذای مورد علاقه من با آلا پولوس خانم، برای این بپذی؟ بله. خوب عالیه. صبحونم فقط یه لیوان شیر میخورم. فعلا خدافظی. دختر خوبی به نظر میاره. ببینم شوهر چه نکردی ها؟ نه خیر آقا. خوبه. این خوشگله حال است. تا چند ماه دیگه خانم این خونه میشه. البته حالشم خیلی خانومه. بله خیلی خانومه. خدا بهتون ببخشه. اون شاخ شمشادم که دیدی پسرمه، ولی یه خود سیماش قاطیه. اون از تمام چیزای خوب بدش میاد، از ورق، از شراب، از زن، با اینکه دوره ورش خیلی شلوغه. عزیزان؟ ممکنه راجب کارش سو. بله دیگه. هردونی هفته یه روزم میتونی بریم. بری پیش فامیلات. برو جانم، میتونی بری مشغول شی. متشکرم آقا، متشکرم. وایسا ببینم. نگفتی اسمت چیه؟ مریمی. خیلی خوب مریم. ببینم واسه خوشگلیش زمانی شدی؟ یا واسه اینکه مریض تو بوده؟ واسه هیچ کدام. فقط برای اینکه اون به کار احتیاج داشت. احتیاج؟ خب اونم به تو احتیاج دارم. چرا فکر منو نمی کنی؟ دوست دارم. بکش زن، وقاحتم حدی داره. آخه تو میخوایی زن پدر من بشی. این وقاحت نیست عزیزم، عشقه. این هرزگیه. تو یه پارچه لجنی. بیچاره پدرم، عشق تو چشمای اونو کور کرده. منم که تو رو میشناسم، میدونم که چه افریتی هستی. برو راحتم بذار. اون منو شناخت و جلوی پدرش زمین شد. تو اونجا کار بکنم. خوبه. این پولا رو واسه چی دادن؟ گفتن هرچی کم دارم بخرم. منم اون اسباب بازی رو خریدم برای نزی. باقیشم باشه پیش شما. موفق باشی مریم. دنیا اینطور نمیمونه. بالاخره یواش یواش درست میمونه. چرا از تو اتاقش بیرون نمیاد؟ از بس خودخواهی جونم. بچه ها شنیدم که حال خیلی میخواهی. سلام. چیه مریم؟ کاری داشتی؟ ببخشیم پدرتون فرمودن شما بیاین تو. چیزی به اونا بگم آقا. باشه الان میام. برو. چی میخوایی آقا؟ خودت باید فهمیده باشی. تو رو میخوام. تو رو عزیزم. آقا شما برم کنم آدمایی که مثل خودت عاشق پولن. اگه نری داد میزنم اون وقت دکتر میاد مثل موش میندازم بیرون. حالا میگه چه خبر شده؟ ده برو گم شو دیگه. تو نوبرش آورده. اگه یه مرتبه دیگه طرف مریم رفتی قلمای پاتو میشکنم. خجالت نمیکشی؟ تو خیال میکنی هر کسی میشه با پول خرید؟ جلو برو گم شو. دختر خوبی هستی مریم. آفرین. از این کارت لذت بردم. قهوه من یاد داره. متشکرم. اومدی؟ بله پدر. اینجا پسرم. این همه دختر گذاشتی رفتی تو اتاقت؟ همشون مال تو پدر.
واقعا مسخره است. من که از کارش هیچ سر در نمیارم. عجیبه واقعا. نه اینو جدی میگم. باور کن. آقای دکتر چرا اینقدر گوشه‌گیر هستی؟ راستش من داشتم تو اتاقم راجع به کارم مصاحبه میکردم. ولی یه مرتبه من آقای دکتر قهوه. متشکرم. خیلی ممنونم. قهوه نخوری. میگم برای قلب گفتم آقای دکتر. چرا کمش عیبی نداره؟ کمش خوبه. ما شانسم خوب چیزیه. هر چه میره دختره دوره برای چهار میشه. تو فالتون یه زن افتاده. اون از فرشته های آسمونم پاکتر. خیلی زج کشیده و شما هم خیلی بهش محبت کردید. نکنه این مریم هست؟ آره نکنه مریم غلط کرده. بس دیگه اینقدر حرف نزنید. برین گم شین. برین به کارتون برسید. برین گم شین. مسخره ها. بایسته مریم. اونا یه مش دیوونه هستن. ببخششون. مهم نیست. میدونی رفتار یه ماهی تو و کار امروزت با اون پسره عقیده منو نسبت به زن ها عوض کرده. حالا مطمئنم بین اونا فرشتم هست. تو خیلی دختر خوبی هستی مریم. اینو جدی میگم. متشکرم دکتر. شما خیلی مهربونی. خواهش میکنم از کار اونا عصبانی نباش. من گفتم که... حالا بذار یه چیز برات بگم. به نظر من یه موی تو به همه اونا میارزه. تو این خونه اگه یه خانم باشه فقط توی گرم گرفتن دختره یه بیسر و پا. راستش میدونی چیه؟ وقتی میرزا علی گفت دختری پاکتر از فرشته ها تو فالمه حس کردم تنها دختری که ممکنه اینطور باشه تو هستی مریم. مریم ببخشین صدام کردم باید برم. فقط کلفتی کنی. ولی من که تمامه جوابم میده. چرا این کار کردی ها؟ این دختره؟ خواهش میکنم بس کن برو مریم. واقعا حیف دختری مثل اون که زیر دست آدمایی مثل ما باشه. اون چه گناهی کرده که اینطور اذیتش میکنن؟ خجالت داره. من متاسفم مریم. از کار اونا ناراحت نشو. کشیدی که ازش محرومم. اونم پاکی و بزرگواری توی. اما مریم اجازه بده بعدن با هم صحبت کنیم. خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. من امشب زیر آلاچیق منتظرتم. زیر آلاچیق؟ برای چی دکتر؟ خوشحالم که اومدی. متشکرم. شما به من بگو تو. آخه شما نمیخواد چیزی بگی. من میخواستم امشب به تو بگم تو همون فرشته‌ای هم من دیده بود. من؟ آره مریم. نه این شما. این امروز همه ی اون دختر و شما رو نگاه میکردم. همه شون حرف شما رو میزدن. اونا خانومن، خوشگلن و در زمین خیلی هم ثروتمندن. اینا چیزی نیست که من میخوام. اما شما یه چیزی درباره من نمیدونید. همینقدر که میدونم کافیه. فقط منتظرم بهم بگی دوستم داری یا نه. آخه بذارین بگم. من یه دختر نیستم. من شوهر کردم و طلاق گرفتم. تو دروغ میگی. باور کنی. پس چرا تا حالا چیزی به ما نگفته بودی؟ پدرتون طوری حرف زد که انگار اگه شوهر داشته باشم قبولم نمی کنی. من به کار احتیاج داشتم و مجبور شدم و دروغ بگم. مثل این که دیگه میتونم برم. من هنوز منتظر جوابتم. ولی شما مهم نیست. من دوستت دارم. حالا اگه بهم جواب ندی اشکالی نداره تا فردا صبر کنی. ولی یه چیز دیگه هست که من
من دیگه میرم. خوب نیست خانم حال من اینجا ببینی. حالا دیگه نصف شب با این کلفت خلوت میکنی؟ تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی. تو چطور منو میذاری و با اون کلفت بی سر و پا التماس میکنی؟ تو از جون من نصف شب چی میخوای؟ معلومه جونی، همونی که تو از اون دختره میخواستی. تو زن کثیف چطور میخوای زن پدر من بشی؟ من فقط تو رو دوست دارم، تو رو میفهمی؟ تو درست مثل یه سگ هرزه میمونی، اونم تو یه پارچه لجن. این سگ هرزه پاره پارت میکنه. آخه من جون کلفت چی داره؟ چی؟ که بین اون همه دختر اون منو میخواد. تو خیلی چیزا داره که بین دخترهای دور و برو. نجابت تو خونته، وفا تو قلبته، شعر و حیا تو چشماته. یه مرد اینا رو خیلی زود میبینه. اکرم خانم، یه مرد میتونه دروغم رو یه زن ببینی؟ دروغ؟ کدوم دروغ؟ کدوم؟ آخه من بهش نگفتم که یه بچه دارم. حتی شوهر داشتن تو؟ نه، اونو گفتم اما نتونستم. یعنی اون نذاش وجود بچه رو بهش بگم. اون میخواد شب با من حرف بزنی. چی بگم بهش؟ تا اینم دختر چقدر شیرین عاشق شدن. یعنی میگی من برای یه زنی مثل من که عمری رو با یک دنیا ماجرا پشت سر گذاشته، فهمیدن این قضیه خیلی آسونه. عزیزم اون عاشق پاکی تو شدم. خب که گفتی عاشق شدی. خوبه، خیلی خوبه. ببینم خوشگله. بله پدر. بذار ببینم اسمش چی. آها لیندا. نه پس چی؟ آها فلوریا، حتما دیگه خودشه. بگو آره، درسته؟ نه پدر، اینه که شما گفتین نیست. اون از اینجور دخترها نیست. من که دیگه فکرم کار نمی کنه پسر. خب بگو ببینم این دختر کی؟ مریم. همین مریم خود. همین کلفتی؟ تقریبا. یعنی تو میخوایی بگی که؟ نه حتما عوضی شنیدم. درسته؟ گفتم درسته؟ جوابمو بده. درست شنیدم؟ بله پدر، درست شنیدی. آه پسر یه لعنتی نفهم کل بود. عشق به یه کلفت مسخره است. مگه این شما مرده باشم تو بتونی حرفو بزنی؟ حرف من از ته قلبمه پدر. من باکی از گفتنش ندارم. دوباره میگم، من اونو میخوام. تو کی هستی؟ پسر من، پسر فاخر. 20 سال تمام جون کندم، زحمت کشیدم، عرق ریختم تا ثروتمند شدم. حالا تو میخوای تمام زندگی منو زیر پای یه دختر کلفت بریزی؟ آره این صحیحه؟ پدر چرا همه چیزو با پول میسنجین؟ من با یه بانک ازدواج نمیکنم، زن میگیرم. پس بیشتر از هر چیز باید فهم داشته باشه، عفت داشته باشه، صداقت داشته باشه. عفت، صداقت، انسانیت. اما اون همه اینا رو داره پدر. اون فقط یه کلفته. اون یه خانم واقعیه، نه از این عروسک های رنگ و روغن زده دور و بر تو. اون یک هرزه است. بسه دیگه. یک هرزه یه واقعی دیگه پدر. اون زن من میشه. راجع به اون بهتر صحبت کنیم. خدافظ از اینکه برای چند لحظه دنیای منو روشن کردین و امید کوچکی در زندگی به من دادین متشکرم. آخه مگه قرار نبود که ما با نه دیگه حرفشو نزنین. من نباید این انتظار رو داشته باشم. یه کلفتم پدرتون راست میگه. من معذرت میخوام، اون اشتباه میکنه. آخر اشتباه نمیکنه. بذار اون بره تا مثل یک سگ ننداختمش بیرون. پدر معذرت میخوام،
چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا نمیخوای چشماتو با حقیقتو ببینی؟ چرا به دروغ و دروی عادت کردی؟ اون یه فرشته است، نگاش کن. مریم، اون رفت آقا. چی گفتی؟ اون رفت؟ بله آقا، چشماش پر اشک شده بود. چی شد آقا؟ اون دکتر خیلی خوبیه. برو بیرون پیرمرد احمق. راحت شدی پدر؟ خیالت راحت شد؟ اون رفت. اون باید میرفت. زندگی اون چیز دیگه‌ایه. آره، ولی این زندگی کثیف شماها نیست. اون نمیتونه گول بزنه و تظاهر کنه، فریب بده و دروغ بگه و نارو بزنه. اون یک انسانه. اون یک بی سر و پاس. اون تو رو نمیخواد. اون پول تو رو میخواد. زندگی تو میخواد. فقط همین. اون هرچی هست حاله نیست. اینا مال تو و اون زنای لبن دوش بگره دورو برت. من میرم پلوی همون. گوش کن، تو لح میشی پسر. زندگی خوردت میکنه. این یک قماره. تو توی مار میبازی. زندگی لحت میکنه. این بگیرم کی تو زندگی من باشه؟ ولی اون کاملا درست میگه. من تو خانواده شما یه وصله یه ناجو. چرا داری این حرف رو میزنی؟ واسه چه انقدر ناامیدی؟ برای اینکه شما اون بالایین و من این پایین. فقط همین. من اومدم برای اینکه نمیخواستم بین یه پدر و پسر دیوار بکشم و از هم جداشون بکنم. من نه مریم، این پدرم بود که بین من و زندگی دیوار کشیده بود و تو اون دیوار رو خراب کردی. شما با پدرتون به هم احتیاج دارید. من فقط به تو احتیاج دارم. خواهش میکنم شما بهش بگین خانم. تو خودت همه چیزو بهش گفتی پسرم. مریم، مگه ما حرفمونو با هم نزدیم؟ مگه تو نگفتی منو دوست داری؟ بگو، مگه نگفتی جوابمو بده؟ گفتی یا نه؟ آره گفتم. پس چرا مخالفت میکنی؟ چرا نمیخوای با من بیایی؟ چی ما نمیشه مریم؟ چی ما نمیشه ها؟ ما با هم زندگیمونو از نو شروع میکنیم. من یه دکترم، کار میکنم. من به خاطر تو تلاش میکنم، پیشرفت میکنم. من میتونم زندگی تو رو... آخه شما که همه چیزو نمیدونید. بذارین برای تو بگم. تو فقط بگو با من زندگی میکنی. فقط همین برای من کافیه. حالا اگه دوستم داری دستتو بده به من و به من تکیه کن. اینم کلیدشه. باشه، انشالله با خوبی و خوشی. متشکرم اکرم خانم، شما بیاین با هم زندگی بکنیم. نه متشکرم، از لطفتون ممنونم. من نمیخوام مزاحمتون بشم، آخه شما رو تازه عرفت کردم. خب پس من میرم خونه رو مرتب کنم و بیام مریم جونو ببرم. فعلا خدافظ. چه پسر خوبیه، خدا حفظش. ولی اکرم خانم جون، من از قدیر خیلی میترسم. اون که حالا ها تو زندونه، او تو آزاد بشه، بی خود نترس. باز سرکا زد زیاد، ناراحت نباش، ممکنه ما همین روزا برگردیم. سلام قدیر خان. سلام خیلی خوش اومدی. بفرما. قربون همگی تو. میگم که انشالله بد نکشه. چه بزن بریم بابا، جای شما خیلی خالی بود. خب برای بچه ها بیرون چه خبر؟ خب برای خوشی بسا دارم. ده اگه نشت پشه تو کارت معطلش نکن که بیکاری دق کرده. زن سارقت شوهر کرده. خب مبارکه. با کی؟ با یه افدایتار پول دار. کاربارش هم خیلی سکه. خوب شد گفتی دکتر. خب این نسخه رو بدید بگیرن، بعدن بدید اتاق شماره 11 تا بدن به مریض.
الو؟ او چه خوب شد تلفن کردی، ناراحت بودم برات. تو که یک ساعت پیش رفتی. بازم دلم برات تنگ شده. من میخواستم برم خونه ی اکرم خانم، بعدشم برم برای امشب یه مقداری خرید کنم، باشه؟ باشه عزیزم، اشکالی نداره. به اکرم خانم سلام برسون. خوش اومدی. نه، چرا اون این کارو میکنه؟ چرا زجرم میده؟ چرا؟ ناراحت نشو عزیزم، اون از من متنفره، چرا نمیخواد بفهمه؟ از پیران قشنگت خوشت میاد؟ علی بابایی تو همینجا بایستا ببینم کیه در میزنه. خیلی منو میشنسی؟ بله، کاری داشتی؟ میگم انگاری مریم رفیق جونجونی تو، زن قدیم ما، به نون و نوایی رسیده. درست؟ نمیفهمم چی میگی. میتونی بگه قضیه ماشین و دنگ و فنگ چی چیه؟ بچه مام که اینجا ببینم نکنه سرقر بوده ننش نبرده سرش. تو چی میخوای؟ ای چی عشق عبدی کرم بال کرد بیا دلی بند دیگه. نه به اون دست نزن، خواهش میکنم، من فقط مونم. راستی خیلی دوستش داری؟ بیشتر از جونم، به اون اندازه که یه مادر میتونه بچهشو دوست داشته باشه. بس حالا که اینطوره، بی زحمت بفرما بینم که خونه ی والده ی بچه کجا. من نمیدونم. عجیبه، بعد تو نمیدونی. خیلی خب مامان، خواهش میکنم. نه آی بنده بابا، خونه ننه از کدوم باره؟ خدایا میترسم. برش کن، بچه داره زهر ترک میشه، برش کن. پس بگو کجاست؟ نمیدونم. روزنامه نویسا رو خبر کن بیان از این جریان عکس بگیرن. بلش کن، بلش کن، خواهش میکنم، بلش کن، میگم، میگم بلش کن. پس میگی ها؟ آره میگم، میگم، میگم. خیلی خوب، هرچو بگی میارم، برو خواهش میکنم. بیا خیابون با شماره 13 ساعت 9 صبح. خیلی خوب برو دیگه. یک همومی من بسازم، چل ستون چل پنجره. سلام علیکم. به کلبه ما صفا آوردین، خیلی دنبال گشتم. برای چی؟ خب بالاخره ما دو دلداده یک قدیم، باز یه روزی به هم میرسیم. من میگم که یعنی خب اینجوریه دیگه. آره البته به شوهرت بگم که یه بچه هم تو کاره. اما خب اگه چی؟ مگه بیرونمون نکردی تو راحت بشی؟ پس چرا دوباره اومدی که زندگیمونو به هم بزنی؟ آره، اما خب کارای دنیاست دیگه، جفای روزگار به فلاکتمون هست. بذارم برو. رفتنی که تو کار نیست خانوم بلا، قد جار منو میکشی تو کاروارم دوباره بیافته رو قلتک. بله، عملشون تموم شد. من الان داشتم با دکترشون صحبت میکردم. خواهش میکنم. بله دکتر، خانم تو منتظر. بگین بیان تو. خب دکتر، عمل چطور بود؟ خیلی خوب، مخصوصا برای من موفقیت. سلام. آه سلام. سلام خانم، حالا چطوره؟ کجا بودی عزیزم؟ رفته بودم پارچه‌ای که برام خریده بودی بدم خیاطم بدوزه. راستی میتونی به دکتر مسعود تبریک بگی، یه عمل بسیار جالب انجام داده. تبریک میگم دکتر. متشکرم خانم. بشین عزیزم. خب دکتر، من با اجازه مرخص میشم. خواهش میکنم. خداحافظ خانم. خداحافظ. ببخشید. سلام آقای دکتر. سلام. اون آمپولا رو خریدی؟ بله. ایوا سلام خانم، من شما رو تو خیابون بهار دیدم، هر چی صداتون کردم متوجه نشدم. اونجا؟ آه بله، معذرت میخوام، حواسم نبود. چرا بهار؟ خیاط تو مگه تو بولوار نیست؟ اونجا رفته بودم خونه پوری. پوری رو که میشناسیش. راستی حالش چطوره؟ خوبه، خیلی هم به تو سلام رسوند. خب من دیگه باید برم منزل.
مگه قرار نبود نهارو با هم بخوریم؟ چرا؟ ولی اومدم بهت بگم که حالم خوب نیست. باشه فردا. خیلی خوب، هر طور تو راحت. خدافظ. خدافظ. خدافظ میرزا علی. خدافظ. میرزا علی؟ بله. اینا پولا رو بده به فرستار اتاق 16. باید به مریض تزریق بشه. باشه بابایی. بله. شما؟ آه، سلام پوری. چطوری؟ مگه تو مریض بشی به من تلفن کنی؟ نه نه جدی میگم. خب، مگه مریم امروز پیش تو نیومده بود؟ نه؟ دو هفته است ندیدیش؟ شاید نتونسته بیاد. خیلی خوب، باشه، فعلا خداحافظ. یه پول کلون که دیگه مدت زیادی از دستم راحت بشه. چرا این کارم بگیره؟ خودم یه سرمایه‌دار بشم و برای همیشه راحتت بذارم. من حاضرم جونمو بدم و دست از سرم برداری. چقدر میخوای؟ ای از کجا؟ من از کجا این همه پول بیارم؟ تو مرا دیوانه کردی دلی دل دلی دل. خب حالا کی یکی در میزنه ای بود در بانگا کی یکی در میزنه در که باز یعنی خانوم دیگه از در بازم نمیتونن بیان تو. بفرمی بابا بفرمی دیگه. بیا بیا خیلی پسند دوزه منی پولو بگیر در باز کن من برم. گرفتن پول که چشم اما بیرون رفتن تو یه خورده اشکان آنازیون چی از سر رام برو کنار. کجا به این زودی خوب نیستنی و خوشگلی تو بچه من باز خودت میگم. حالا چه یه دوبا من باش اهای قهره چی ترش بیا سلام کن داد نزا خوشگله نزا آبی زیر بود زد رفت سلام کن بلا آره تو درست مثل یه زالو میمونی تو هم مثل یه پربونه ای تازگی ها چه شاعرونه اختلاط ریمونی یار بلا تو رو به خدا و مشتی بزن برمیشه که به ما مینی ماینور منو شما کردی حالا من جواب فیفی رو چی بدم چه خاکی به سرم بکنم فیفی به مینی میگه اون وقت فیفی منو فیفی آقا خانم زور خونه اکرام هستن؟ نه فکر میکنم برگرده نهار درست کردی؟ بله آقا آها اومدش سلام خانم سلام اکرم خانم حالش خوب بود؟ آره خیلی هم به تو سلام رسید ازش خوشم میاد زن دم سر پیش زدن به یه ماشین تقصیر من بود آخه عجله داشتم بیام خونه باشه بعد از اون میدم درستش کنم آها میرزعلی هم اومد آخه مگه کجا رفته بود؟ گفته بودم یه خورده برای امشب میوه بگیره سلام آقا نمیدونین چقدر گشتم تا این میوه ها رو پیدا کردم هر جا رفتم میوه خوب گیر نیومد ناچار شدم شما این خانم میگم چرا خسارت ماشین رو نگرفتین؟ آخه واسه چی بازش کردین؟ تقصیر اون یارو ژیگاله بود تو که گفتی تقصیر تو بود بابا دست خوش
چی رو تقصیر خانم بود؟ یارو سر پیچه با اون شلوغی با سرعتش کنده عقب میومد، اونم تو بهار. تو بهار؟ آره با سرعت جای کیلومتر تو نمیری والا. خب به ما مربوطی نیستش، خدا به شما. آره یادم رفت بهت بگم، رفته بودم گاراژ ماشینه بدم درست کنم. میدونی که گاراژ تو خیابون باری. آره میدونم. خیلی خب من یه جای کار دارم، میرم و برمیگردم. پس نهار چی؟ شجاعتم منتظر من نشین. این ماشینو که شما امروز تعمیرش کردین مثل اینکه خوب کار نمیکنه. اجازه بدیم ببینم. اسمال شماره 5917 رو ما تعمیر کردیم؟ بله ما تعمیر کردیم. دفتر رو بیار اینجا ببینم. نه دیگه مهم نیست، یه رفع دیگه میام، متشکرم. بله انگار این ماشین 8 روز پیش تعمیر. چی گفتیم؟ ببخشین تعمیر مال 8 روز پیشه، این ماشین امروز تو این گاراژ نیومده. چرا اینقدر مشروب میخوری؟ من حق دارم بفهمم تو دل تو چی؟ هیچی، چی رو میخوای بفهمی؟ من خودم هم حتی نمیدونم چی کار میکنم یا حقیقت چیه؟ آخه کدوم حقیقت؟ حقیقت اینه، حقیقت باید وجود داشته باشه. مثلا این زنگ تلفن یه حقیقت هست، برو جواب بده. متاسفم کوچولو، بازم یه خورده پول میخوام. من نمیتونم، به خدا دیگه نمیتونم. منو سر لجنه انداز دختر، خواهد که میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. من دیگه نمیتونم، میفهمی؟ نمیتونم. حتما یکی از دوستانت بود، یا میترا یا سوزان و یا ولش کن. حتما یادت هست که ما امروز مهمونیم. آره من حاضرم. پس یقت درست کن، اینطوری قیافت خیلی بده. آسیه کجایی؟ بالا آقا. اگه از بیمارستان کردن بگو من خونه دکتر مسعودم. خیلی خوبا. خب بریم. ای با شما، خیلی باید ببخشینا، یه کاری بایدتون داشت. با من؟ نه خیلی با خودتون، نه با خونتون. با چی؟ باشه باسه بعد، ما داریم میریم بیرون. نه همین حالا بگو ببینم. میدونه نه عزیزم، باشه برای بذار حرفشو بزنه ببینم چی میگه. آقا به من تلفن شده بود، مثل که خانومتون تلفن کرد، انگار شیر دستشویی و لوله خراب شده و آب میده ها، درست خانم؟ بله من تلفن کرده بودم، تمام راه رو خیس شده بود. خب الان میشه نشونم بده خانم؟ بله یه دقیقه بایسته عزیزم. بفرمایید. از من تو که میگی پول نرم؟ به خدا ندارم، خدا میدونه دیگه هیچی ندارم. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی مرد؟ اینا رو که داری خوشگله؟ نه اینو شوهرم بهم دادی. این خنجر از گلوم برمیداری، من طاقتم تموم شده. خواهدتم میدونه که جز اطاعت چاره نره. اینو مفروشی پولشو میاری، پول نقدشو، فهمیدی؟ نقدشو.
قربونه دست و پنجوله قدیر بیچاره هست دیگه باید دستشو گرفت چرا نمیذاری آب خوش از گلون پایین بره؟ قراره یه خورده جنس تو مرز تحویل میگیرم فهمیده زنده میشم تو کلی میلیونر بازی در میارم ولی من دیگه هیچی ندارم اینو بدون اگه بازم از من چیزی بخوایی ندارم واقعا ندارم باور کن چشو آره من انتظار نداشتی داشت اگه میخواه بزنیش از این خونه ببرش بیرو داشت هم چی میکنی؟ چه صافت لذر سستو بذار بهت بگی چی بگی؟ برای متاسفم نمیدونستم به چه صافت عادت کردی اون کسافت مرد زندگی توه برو بوش کن ببین که بوی لجن میشه تورج برام قسم خوردی اون چشمای معصومت گولم زدی من کار کردم شب و روز زحمت کشیدم برای اینکه تو راحت زندگی ولی آخه تو چرا نمیذاری من حرفمو بزنم حرف بزنی که چی؟ بگی من به یه بوت پوشهای دلخوش کرده بودم بگی که من یه مترسک بودم بگی که من کور بودم و تو سیاهی شب دنبال آفتاب میگشتم نه نمیخواد بگی من همه اینا رو میدونم من فقط به تو شرکت شو لعنت به تو خروکوی هم بگی تورج بایسا بذار حقیقت رو بهت بگیم حقیقت رو باید اول میگفتی حالا دیگه نمیخواد بگی من یه بازیچه بودم حقیقت اینه نه تورج بایسا باشو قربونت برم گریه نکن اگه اون رفت خودم نوکرت بدرد حیوان کثیف سلام خانم سلام آسیه آقا خونه است نه خانم، آقا تشریف بردن بیرون موقعی هم که میرفتن این نامه رو دادن به من گفتن که حتما بدن به شما متشکرم خدا میدونه باز چی خبر شده خدایا رحم کن تمام چیزهایی رو که به خاطر اون زن من شدی به تو بخشیدم شاید این چشم طمع تو رو سیر کنه ولی اگه این بار خواستی احساس و غرور مرد دیگه رو بازیچه خودت قرار بدی اینقدر بی‌رحم نباش و مثل من اونو لگدمال نکن تورج دکتر مگه تو عمل نداشتی؟ چرا؟ ولی چیه؟ چته دکتر؟ تو چه گرفتاری داری؟ لااقل به من که میتونی بگی؟ من امروز فقط یه خورده صحبت امروز نیست تو الان یه ماهی که حالت عادی نداری چیه؟ چی شده؟ هیچی که حرف نشد گرفتاری چیه؟ معذرت بخوام دکتر ممکنه تنها بذاری؟ متاسفم
نمیدی. چی میکشی؟ اما قصه نخور، تو اقلا محبت بچه تو داری. آره، اما چرا نمیشه آدم همه چیزای خوب دنیا رو داشته باشی؟ من یه روزی محبت شوهرمو داشتم و نفرت بچه‌مو، حالا به عکس محبت بچه‌مو دارم و نفرت شوهرمو. آخه چرا؟ دنیا رو برای خودت خراب نکن، برو بگرد هر جا که میشه، تو هر گوشه شهر برو بگرد شوهرتو پیدا کن. منم میخوام پیداش کنم، اما کجا پیداش کنم؟ شهر سر پدرشه، تو میتونی فردا بری اونجا. خسته شدی عزیزم؟ چی گفتی؟ خسته شدم؟ من هنوز جوونم. قبول داری عزیزم؟ آره جونم، برای همینه که دوست دارم. تو از صد تا جوونم بهتر. به سلامت. سلامتی. خودم و خوده. آخی حس کردم. توی تورج کجا بودی پسر عزیزم؟ بریم پیش تورج تا احساس تنهایی نکنه. بیا. میبینی پسرم زندگی چقدر شیرینه؟ به من گفتن شما کارم دارین، چی میخواین پدر؟ من بهت امیدوار شدم پسرم. میبینم مثل پدرت گیلاس دست گرفتی و داری یه کارایی میکنی. اینو بهش میگن زندگی. باید لذت. حرف دیگه ای ندارین پدر. چرا؟ حالا که نصف راه اومدیم نصف دیگه‌ش هم بیا. مشروب و زن از هم جدا شدنی نیستن. اولیش که داری دومیش هم دیگه. تورج خوب بلدی، دومیش هم یادش بده. بهش بگو چطوری با زنها حرف بزنی تا بتونی دلشونو ببری. اونم تو چشم. راحتم بذارید پدر، هیچ حوصله ندارم. تو چی میخوای؟ معلوم هست؟ آره، یک کمی تنهایی ممکنه پدر؟ تنهایی؟ پسر یه دیوونه یه کرل پوک، من اصلا طاقت تنهایی رو ندارم. نکنه یه روزی منو تنها بذاری و بری خوشگله. من بدون زن میمیرم. مگه ممکنه عزیزم؟ مثل این که این پیش خدمت هم مردن، من برم در باز کنم. اومدم بچه ها، کی این گلاس منو پر میکنه؟ سلام، کاری داشتی؟ ممکنه به من بگین از تورج خبری دارین یا نه؟ فکر کردم ممکنه اینجا اومده باشه. اینجاست تورج؟ تورج اینجا کاری نداره. تازه اگرم اینجا بیاد مال تو نیست، اون وقتی که مال منه. اما آخه اون هنوز شوهر منی. وقتی منو نگیر بچه‌س اون. خدایا پس اون کجاست؟ کجای این دنیای بزرگ رو باید بگردم؟ کمکم کن.
خب عزیزم، اینجا که نمیشه تا صبح بمونی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اولم کمک نمیدی دارم میرم. از پدرت خجالت میکش. ناسلامتی من با آدرت هم فاخرم پدرته. چطور جرأت میکنی به من نظر داشته باشی؟ خجالتم خوب چیزیه. چه خوب شد اومدی؟ من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. پدر بهش بگو، اگه جرأت داری بهش بگو چطور میخواستی منو ببوسی. پدر اون خفشا عرضه کثیف نمک و حروم. پدر اون دروغ میگه. خدای من وحشتناکه. آدم باید خیلی چش سفید باشه. خودت که دیدی اگه یه جا غیرت داشته باشه دیگه نمیذاری اون تو این خونه بمونه. برشت. آره، اما اول بذار اقدامو خالی کنم. بعد به هرزه یه بی سر و پا خجالت بکشیدی؟ خجالت بکشیدی؟ پدر به حرفای منم گوش کن. دهن کثیفتو ببن. آخه بذار منم حرف بزنم. خرفشو! پدر تو اشتباه میکنی. تو منو بزن ولی تو پدر منی. بنابراین من فقط نگات میکنم. تو چشماتو بستی، تو خوابی، حتی سور سرفیلم نمیتونه تو رو از این خواب سنگین بیدار کنه. دلم به حال تو میسوزه، اینو جدی میگم پدر. من از این خونه میرم، میرم چون اینجا جهنم آشغالدونیه، پر از کثافته. بوی لجن از همه جاش میاد، اما نخواه که یه کرم باشی تو لجن بلولی. از اینجا یه متاسفم. فکرشان نکن. به این میگن هنجره. نه مثل هنجره ما که عروض خدا پنچره. نگفتم پنچره. توجه فرمایید، به خاطر تخلیه کبر فوری برنامه را قطع میکنیم. از تمام پزشکان و پرستاران برای جلوگیری از ورود بیماری وبا به کشور استمداد میطلبیم. دامنه این بیماری در نواحی مرزی شدت پیدا کرده است. ما از تمام پزشکان شاغل و آزاد و تمام آنهایی که در مرخصی هستند برای ریشه کن نمودن این بیماری کمک می طلبیم. لطفاً از سینه رو بزنید. بیاییم به چسبونشون. تو رو خدا هم چینه پیشونی تو بکن. حالا مگه چی شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. برای من رسیدی؟ این حرفا چیه دختر جون؟ خودتو ناراحت نکن. اکثر بچه هست. چی شده اکرم خانم؟ این عکس آقای فاخره. فاخر؟ ولی محسنه. محسن شوهر من. این فاخر پدر تورجه. فاخر یا هر اسم دیگه که رو خودش گذاشته مهم نیست. در هر حال من مطمئنم که این محسن پس شما میخواییم بگین که این محسن به من دروغ گفته باشه. ممکنه پسرمون نمرده باشه. من باید برم اونجا. منم ببر خونه محسن. خیلی خوب اکرم خانم، خیلی خوب. همین فردا صبح میبرم. نه نه، همین حالا. من الان باید برم اونجا. من
کنکارت. عزیزم، تو میخوای برخصی؟ چرا داری؟ مات اصلا به فکر تو نیست. اون همیشه همینطوره، وقتی پای خمار میاد همه را از یاد میبره. حالا که سرش گرمه بریم ما هم با هم برخصیم. چرا همینجا نرخصیم؟ تا سرش گرمه بهتر بریم تنها برخصیم. خیلی بله شیطور. ببین رست من نیستم. دیدم فول دام، فول آس. بازم بازی میکنی؟ تو چرا نکنم؟ من بار زخمی هستم. دست چکم کجاست؟ حاله؟ حاله؟ بالاخره هرچی باشه اون جوونه. اینجور مسائل برای هر جوونی ممکنه اتفاق بیفته. وقتی همراه اون دختره میرفت فکر اینجور چیزا رو نمیکرد. مگه من بهش نگفتم؟ گفتم یا نه؟ درسته دکتر؟ ها؟ جواب بده، حق با من هست یا نه؟ کاملا درسته، اما بالاخره هرچی باشه شما پدرش هستین. پدرش باشه، این دفعه ندید بگیرم. متشکرم. بسیار خوب باشه دکتر، حالا اون کجاست؟ متشکرم که اومدی پدر. باید می اومدم، من پدرتم. روز اولم بهت گفتم که اینجور زنها صفا ندارن. حالا دیگه بلند شو بریم خونه. واسه چی اینقدر خودتو عذاب میدی؟ اصلا فکرشم نکن. اون معلوم نیست الان دستش به گردن کی حلقه شده و چه کسی رو بغل کرده.
رکن شو تو آقای فخر شما نباید تو چی میخوای؟ تو یه پیر مرد چی از دنیا میخوای؟ آره فریبت دادم، دروغ گفتم، ولی تو نباید حرفای منو باور میکردی، گول منو خوردی احمق. بسته از اینجا برو بیرون. برید بیرون یالا برید گم شید. لاش خدا برید گورتون رو گم کنید. برید بیرون یالا بود باشید. گم شید همه تو برید بیرون. بیرون زنهای کسیف برید گم شید پس مثلتا برید. دیگه تمام شد، همه چی تمام شد، دیگه هیچ کس برام باقی نمونده. سرنوشت بهم کمک کرد بیام ببینمت محسن. محسن من دیگه فاخر نیستم. میبینی که زمین خوردم و خورد شد. من دیگه هیچی نیستم، هیچی. بهم کمک کن، من تنها. چرا به من فوش نمیری؟ چرا به من چیزی نمیگی؟ من بهت بدی کردم اکران. بهم بگو که منو میبخشی. بگو محسن، تو یه روزی منو بیرون کردی، مهم نیست، من تو رو میبخشم. فقط بهم یه چیزو بگو. اون روزی که بهم گفتی بچه مرده، دروغ گفتی نه؟ حرف بزن محسن، خواهش میکنم جوابمو بده. اون رفته، نمیدونم کجا. این زن میدونه، چون اون بود که من ازم جدا کرد. این زن هرزه نماسن، با اونطور حرف نزن. اون عروسیه که من بهش افتخار میکنم، تورج درباره اون اشتباه فکر میکنه. اون تمام مدت به تورج وفادار بوده. مریم یه فرشته است، تمام شهر رو برای پیدا کردن تورج زیر پا گذاشته. ولی تورج که اینجا بود، پس چرا اینجا نیومد؟ چرا اینجا نیومد؟ اون اومد، امش گفت تورج دیگه مال منه. یالا بارو تو بوله خور، یالا بارو تو رو بیا بردار من برو بیداری به لفتیکش. نبارو فی تاکیبش کنید. آقا رو کجا بردن؟ این کاری نکنید، یه یالا نباش برمیگرد. آقای دفتر چی کار کنیم آخه؟
شما برید به مریضا برسید. باید فوراً به بهداری سیار برسونید. زخمش خیلی خطرناکه. آقای دکتر، میخوام چند کلام با شما حرف بزنم. خواه دکتر، ببینید، کار من دیگه تمومه. فکر میکنم بهتره همه چی رو بگم. حاضری گوش کنی؟ میخوام از زنت بگم. ببین دکتر، تو به من کمک کردی، جونم رو نجات دادی. حالا هم تلافی کنم و همه چی رو بهت بگم. میدونی دکتر، زنت بی تقصیر گناهی نداره. من شوهر سابقشم، اون یه بچه هم داره. هره از تو؟ از من. هره. و خلاصه من طلاقش دادم. اون وقت اون زن تو شد. حالا چجوری؟ اونش دیگه به من مربوط نیست. فقط باید استفاده میکردم و تیغش میزدم. خلاصه چی بگم؟ میشد. حالا دیگه خودت بیدونی دکتر. خدا درم از درد می‌دارم.
دکتر، مثل که تو میخواستی بری مرخصی، میتونه خواهش کنم نر یه جور منو بکشی؟ من باید برم تهران. اشکالی نداره. متشکرم دکتر، خیلی متشکرم. سورج! مریم! حتی میدونم که یه بچه داری. پس تو از من عصبانی نیستی؟ نه مریم. از من چطور پسرم؟ از تو چرا بدم؟ هم عصبانیم هم متاسف. پدر، تو در یه دنیای دیگه ای هستی. توی دست بکشی. من دوست دارم، اما خدا حافظ. دنیای من و تو از هم سواست. تورج، منو به مادرت ببخش. به مادرت پسرم. مادرم؟ اسم مادرم برای من مقدسه، ولی فکر نمی کنم روح اونم از تو راضی باشه. نه پسرم، من دروغ گفتم. اون نمرده، اومده پیش تو تا بگی که منو ببخشی. پس اون زنده است؟ دنبالش نگرد، اون اینجاست. مادرم؟ چطوری باور کن؟ حد میتونم به وظیفم عمل کنم. پس با ما نمیاد؟ نه مادر، نمیتونم بیام. تا وقتی این مرض ریشه کند نشده من اینجا. شما اگه میخواین میتونی بری. باید من حق بدین. نه، باید میخواه آهن.